ایده کوچ آریایی ها به فلات ایران توسط برخی از دانشمندان به چالش کشیده شده. افرادی نظیر دکتر اشرافیان نوشتیشون معتقد است که چنین کوچی در تاریخ با توجه به فاکتورهای ژنتیکی شکل نگرفته است. شما چقدر این رو محتمل میدونید و نظریات غالب در این خصوص چیه؟ این خودش موضوع سخنرانیه که من تو خود تلسی انجام دادم، میتونیم بهش رجوع بکنیم، اونجا کاملتر توضیح دادم. از نظر فرهنگی ما میدونیم هولوحش 3 تا 4 هزار سال پیش یک اتفاقایی تو فلات ایران رخ داد. مثلا زبانی که الان ما داریم بهش صحبت میکنیم نبوده، این زبان نبوده، یعنی گذشته های قبل از ما، قبل از 3-4 هزار سال پیش به زبان ایلامی در مرکز ایران صحبت میشد که اون زبان الان وجود نداره. یا آرایه های مذهبی پیدا شده توی ایران که قبلش نبوده. اینها رو منتسب میکنن به آورده های اقوام جدیدی که وارد ایران شدن. متأسفانه اشکال اون مدل قبلی سنتی کوچ آریایی ها اینگونه بوده که میگفتن یک جمعیت عظیمی وارد ایران شده و یا اساسا ایران خالی بوده یا حالا اینا هم که بودن و قتل عام کردن، کشتن، و بعد اون جمعیت شده جمعیت امروزین ما. آنچه که علم و ژنتیک و باستانشناسی داره به ما نشون میده اینه که جمعیت زیستی ایرانی ها تداوم داشته، اما این منافاتی با این نداره که شما فرهنگ پذیری داشته باشید، یعنی انگاره های زبانی و انگاره های دینی بهتون وارد شده باشه و درتون جا افتاده باشه. همه ماهایی که اینجا نشستیم یک انگاره فرهنگی به نام مذهب جدید در هولوش 1300-1400 سال پیش به ما وارد شده. این به این معنی نیست که ایران توسط عرب‌ها مردمانش جایگزین شدند. یعنی بدنه ژنتیکی ما همونه. این اتفاق بارها رخ داده. مشکل اون انگاره کلاسیک کوچه آریاییان این هستش که عنوان میکرد یک جابجایی زیستی رخ داده. اینو ژنتیک و باستانشناسی پشتیبانی نمیکنه. ولی من مشخصا هم نمیتونم به شما بگم اتفاقی هم نیفتاده. این اتفاق هم اگر افتاده باشه داد و ستد فرهنگی زبانی بوده، نه لزوما ورود جمعیت خیلی بزرگ. خب احتمالا سوالم که ایجاد میشه بحث اینه که اون ژنای کانزرو شده ای که وجود داره، اون تن اصلی، اون هاپلوگروپ هایی که وجود داره، چجوری از روی این میفهمن که مثلا این بیشترش ثابت بوده؟ چون مثلا طرف رشته ژنتیک نیست، شاید مفهومی داره ندونه دیگه اون الایمنت کردن ها و اینا رو. یه توضیحی که به زبان ساده میتونیم بدید. ما مفهومی داریم تو ژنتیک که جمعیت ها به نام هاپلوگروه ها. هاپلوگروه ها بخش هایی از دی ان ای هستن که در جمعیت هایی که با همدیگه قرابت و خویشاوندی بیشتری دارن با همدیگه شبیهن و حفظ شدن، مثل اثر انگشت میمونه. یعنی ما با استفاده از اون مارکرها و اون شناساگرهایی که روی بخش های خاصی از دی ان ای افراد وجود داره میایم اینا رو طبقه بندی میکنیم. طبیعتا افرادی که همونطور که اشاره کردم منشأ اجدادی نزدیک به هم دارن هاپلوگروه های شبیه تری به هم دیگه دارن. چطور در مورد ایرانی ها این تست رو انجام میدن؟ هم روی مردمان امروزین و هم روی استخون های باستانی این کار رو انجام میدن. مثلا نگاه میکنم میبینن مشخصا یک کاری که خود من هم انجام داده بودم روی استخون های محوطه گوهرتپه در مازندران، ما استخوان‌هایی داشتیم مربوط به 4000 سال پیش، مربوط به 3000 سال پیش، مربوط به 2000 سال پیش، و تو اینا نگاه کردیم دیدیم که این هاپلوگروه‌ها یا هم هاپلوگروه اچ هم بودن، این ثابته، این داره تکرار میشه. و اتفاقا منشأ هاپلوگروه اچ هم دیدیم که در همون منطقه توی تحقیقات دیگه هم که روی مردمان قفقاز انجام شده هم اونجا داره نشون داده میشه. ما کاری که می‌کنیم میایم ردیابی می‌کنیم، این ردیابی ژنتیکیه، اون هاپلوگروه، اون مارکر خاص، اون توالی نوکلئوتیدی خاص رو ژنوم رو که بهش میگیم هاپلوگروه ردیابیش میکنیم، ببینیم تا کی میتونیم بره عقب و تو چه جمعیت‌های دیده میشه. وقتی که تو جمعیت‌های زیادی هی داره توی بازه زمانی که تو عمق میریم هی تکرار میشه، میتونیم بگیم تداوم جمعیتی داره. در واقع من یه کوچولو اضافه کنم جسارتاً، در واقع چیزی که دکتر دارن میگن اینکه اون جمعیت اولیه که بهش میگیم جمعیت بنیانگذار، فاوندر، یک توالی دی ان ای خاصی داشته، اینجوری بگیم که خیلی در واقع نقاط نزدیک به همی هستن که در اثر اون کراسینگ اوور و اتفاقای دیگه اینا جابجا نمیشن،
اونا چون به هم نزدیک بوده و تو جد اولیه بوده، وقتی تو نوادگانش هم شما میبینید که همون تکرار شده و جابجا نشده، نشون میده که در واقع اینا منشأشون اگر یکی بودن.